سلام، وقت بخیر. از استودیوی فیلم امروز در خدمت یک میهمان ارجمند قرار درباره یک سریال جذاب و دیدنی و پرمخاطب حرف بزنیم. در واقع این سریال رو بهانه کنیم برای میزبانی حسن فتحی نازنین. آقا سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. متشکرم. تو را به جای همه کسانی که دوست نمیدارم دوست میدارم. خوشی نکن با من تشنه. موکل آبتونت میخوام این پیشت باشه. 10 سالم که بود پدرم اینو به هم داد و گفت فقط حق داری اینو به مردی بدی که خیلی چی؟ حالا بازه شد و دل و جونت دوست دارم. نمیشه من هر طوری شده میخوام بزنم بیرون بیام پیش تو. بس دیگه، طاقتم داغ شد. در دل ویرانی آخرین دل خوشیم چشم ویرانی رو توست. میترسم از صبحی که از خواب بیدار بشم و ببینم همه اینا فقط یه رویای شیرین. در تو بلات به جونم. من به درد زندگی تو نمیخورم. خفه تو. تو رو خدا زیر پای منو خالی نکن. من همه چیمون باختم شهرزاد. نمیتونم تو رو ببازم. شبا سر سجاده عهد میکنم دیگه نبینم تو. اما یه ساعت نمیشه که یادت میافتم. جهنمی بزرگتر از این تو زندگی میشناسی؟ اگر بخوام صادقانه صحبت کنم، من حال خوبی ندارم. غمگینم، دل شکستم و همه آرزو و امیدم اینه که تلخی های این سال رو ما در سال و سالهای بعدی تجربه نکنیم و امیدوارم که خصوصا نسل جوان جامعه ما، نسل نازنین جامعه ما، دختران نازنین جامعه ما، پسران عزیز جامعه ما، نسلی که تاریخ آینده ایران ما رو رقم خواهد زد، بتونن روزهای بهتر و خلاقانه تر و شادتر و آرامتری رو در زندگیشون تجربه کنن. منم امیدوارم واقعا سال آرام و شاد و پر امیدی پیش روی همه باشه، به خصوص جوانترها که چند سالیه ما به هر حال تو این سالهای کرونا و حوادثی که گذروندیم روزهای شاد کمتر داشتیم، روزهای تلخ بیشتر گذروندیم و داریم این جانسختی و تحمل رو همچنان تمرین میکنیم و ادامه میدیم. ولی بهانه این گفتگو، حالا یکی از نقاط روشن سالی که گذشت، شاید یکی از بهانه های دور هم بودن، حرف زدن، روایت کردن، روایت شنیدن، سریال جیران بوده و ما از همینجا شروع میکنیم. مثل خیلی از چیزهایی که وارونه بوده، با شما هم از نقطه انتهایی، نزدیکترین نقطه شروع میکنیم و بعد برمیگردیم به عقب و از گذشته ها هم حرف خواهیم زد. از جیران بگید و اینکه چه جور تجربه‌ای بود در سالی که گذشت و چه فراز و فرودهایی داشت. خب خیلی پرحاشیه بود، همونقدر که پربیننده بود همونقدر ماجرا داشت. برای شما به عنوان سازنده و برای کارگردان این مجموعه چه اتفاقاتی روی داد و چه تجربه هایی داشتش با خودش؟ خب نقطه شروعش که حدود 4 سال پیش بود و طرحی که آقای احسان جوانمرد آورد با آقای عفیفه تهیه کننده کار مطرح کرد، با من مطرح کرد، روی اون طرح نشست و برخاست و گفت و شنود های بسیاری شد و نهایتاً تصمیم به ساختش گرفته شد. جیران مثل سایر آثاری که من ساختم، فکر کنم 14 سریالی باشه که در طول این 30 سال من ساختم، به نحوی تمام مؤلفه‌هایی که در
آثار قبلی من هست، شما در جیران هم میتونید ببینید روابط عاشقانه، عشق مثلثی، تقابل بین عشق و قدرت در یک برهه خاصی از تاریخ دوره قاجار که به عصر ناصری معروفه. به هر حال حدود 2 سال پیش بود که ما پی توافقی که با پلتفرم فیلیمو داشتیم تصمیم به ساخت این اثر گرفتیم. فرایند تولیدش فرایند سختی بود، به خصوص که قرین شد و همراه و همجوار با مسئله کرونا، و کرونا همچنان که میدونید 2 مرحله داشت. یک مرحله ماهایی بود که هنوز واکسنی در این زمینه یافت نشده بود، کشف نشده بود، و یکی مرحله‌ای که حالا به شکر خدا و همت یه سری از دانشمندان جهان ما این واکسن ها کشف شد. اون دوره‌ای که هنوز واکسن کشف نشده بود دوره بسیار مخاطره آمیز و پر از استرسی بود برای ما. و حالا اینکه مدام تاکید و توصیه به اینکه همه باید ماسک بزنن و از یک مقطعی دیگه 2 تا ماسک بزنن تو شرایط کار، اصلا کارهای معمولی جامعه هم تعطیل شده بود، چه برسه به اینکه آدم بخواد یه همچین سریالی رو فیلم برداری کنه. ببین تفاوت کارهایی که در اون دوره در سطح جامعه داشت میشد در سطح ادارات این بود که خب کسانی که کار میکردن میتونستن ماسک بزنن، 1 ماسک 2 ماسک بزنن برن سر کار. نیمی از گروه ما که گروه بازیگران ما بودن که پرتعدادم بودن، بله و پرتعدادم بودند، اینها که خب جلوی دوربین نمیتونستن ماسک بزنن، بنابراین با پشت دوربین ما مدام گفتگو داشتیم که همواره ماسک رو بزنن، که این گروه بازیگران در سطح و ضریب امنیتی بالاتری بتونند با دغدغه کمتر، با استرس کمتر جلوی دوربین برن و هنرنمایی بکنن. و واقعا جا داره من در عین تشکر از همه افراد گروه که مشفقانه و رفیقانه کار کردن با هم، از گروه بازیگران هم تشکر کنم که علی رغم این خطراتی که بود، و خاطرتون هست که در طول بعضی هفته ها تعداد فوتی ها در خود ایران ما چقدر بالا رفته بود، درست اون شرایط ما بازیگرانمون بدون ماسک می رفتن جلوی دوربین و برها روزهای سخت و پر استرابی بود از اینکه مبادا بازیگری گرفتار کرونا بشه، و خب اگر اتفاقی میافتاد ما هرگز تا عمر داشتیم نمیتونستیم خودمون رو ببخشیم. شرایط سختی بود. و در کنار اون به هر حال طبیعت سخت خود کار، اساساً ساخت آثار تاریخی با اون مقدار بنیه فنی که در ایران وجود داره، محدود بودن اماکن فیلمبرداری تاریخی اصلا کار آسونی نیست، و روزهای سختی رو گذروندیم. ما 7 شهر رفتیم در طول این 2 سال فیلمبرداری که اماکن مناسب برای فیلمبرداری رو در فیلم داشته باشیم. این سفرها، رفت آمدها با توجه به داستان کرونا، مثلا یکی از ویژگی های جیران همین استانداردهای تولیدشه. یعنی به نظر میسه الان دیگه نشه حتی همچین سریالی رو با این بودجه و اندازه‌ای که به هر حال وجود داره رایج توی تلویزیون و پلتفرم های ما، به این راحتی دیگه نمیشه حالا دوباره طراحی تولید کرد. حالا شما تو سخت‌ترین شرایط هم این کارو به نتیجه رسوندیم، ولی موضوع اینه که این اندازه بندی و طراحی تولید رو از ابتدا داشتید و بعد کرونا و اینا باعث نشد که محدودش کنید، عقب نشینی کنید، تغییر بدید، در یه جایی باید یه تخفیفی داده باشید. ببین ما تو این 2 سالی که مدت زمان فیلم برداری ما بود، یعنی بهمن 2 سال پیش شروع کردیم فیلم برداری رو، و در
مهر و آبان امسال تموم شد. حدود 2 سال، حالا یه مقدار زیر 2 سال، ناگزیر شدیم 2 ماه تعطیل کنیم. این تعطیلی البته مستمر نبود، متناوب بود و دلیلش هم همین مسئله کرونا بود. یکی از ویژگی‌های جیران همین شرایط تولیدش هست و پشت صحنه‌ای که داشت و به هر حال فضای شلوغ، تعداد زیاد عوامل و بازیگرها. خیلی سال خاطرش می‌خواست. هنوزم یه غم غریبی رو قلبم سنگین می‌کنه. جیران زنه ولی ضعیفه نیست. پس چرا مستقیم باش نجنگید؟ بگو چه کنیم ما با این ناشزه های آبروبر؟ میخوام برم برای چیزی که حقمه بجنگه. کارزار حکومت و سلطنت فطرتی مردونه میخواد. جیران خاتون فکر کن. بله هم بزیر روز زخم خوشده بود. تمام مملکت خبر دارن از کینش و زخمه. جیران با توجه به استانداردهای تولیدش حتما پیش تولید و انتخاب بازیگر و مراحل مختلفش خیلی نکته و سوال میتونه داشته باشه، ولی قبلش میخوام به یه نکته دیگه بپردازم و اون پلتفرم پدیده‌ای که نسبتاً هم جدیده برای ما و شما اتفاقاً جزو اولین کارگردانهایی بودید که در سطح وسیع با این پدیده جدید رسانه‌ای کار کردید. سالها با تلویزیون همکاری داشتید تو دورهای مختلف، حالا با پلتفرم دارید کار میکنید. اولا چه تفاوتهایی داره و اینکه چی اضافه کرده پلتفرم به مجموعه حالا کار فرهنگی ما، تولید آثار هنری و غیره؟ مثبت و منفیش ارزیابیتون چیه؟ من قویاً اعتقاد دارم که شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ایران یک اتفاق بسیار مبارک و تأثیرگذار روی آهنگ رشد تولیدات نمایشی در ایران، اهم از سینما، سریال و حتی تئاتر. تفاوت‌ها رو فکر می‌کنم مخاطبان آثار پلتفرم‌ها تو این چند سالی اخیر کاملاً متوجه شدن. به نظرم میاد که نسبت به آثاری که توی تلویزیون کار میشه، آزادی مضمون در پلتفرم‌ها بیشتره. شما مضامینی رو میتونید کار کنید در عرصه سریال‌های شبکه این نمایش خانگی که ما در ساخت اینها در تلویزیون در همون سالهای قدیم خیلی دچار مشکل بودیم و به کرات با ممیزی و سانسور روبرو میشد. مضاف بر این که پلتفرما چون بخش خصوصی هستند و انگیزه رشد و پیشرفت اساساً در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی در همه دنیا نسبت به فعالیت‌ها و تولیدات بخش‌های دولتی بسیار بسیار بیشتره. تاریخ تولیدات سینمایی سریالی رو در سطح جهان شما خیلی بهتر از من دنبال کردید و می‌دونید معمولاً اگر اتفاق خوبی در حوزه هنر نمایش افتاده، بیشتر مرهون فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و در این زمینه اتفاقا بخش‌های دولتی خیلی یک نواخت و بدون هیچ گونه انگیزه ای کار می‌کردن و محافظه‌کارانه جلو می‌رفتن. پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری هنر سینما شده، پیشرفت‌هایی که در حوزه تحولات بیان سینما، تمام اینها رو شما وقتی کندوکاو میکنید میبینید که به هر حال در این تمام این حوزه ها بخش خصوصی بسیار فعالتر و موفقتر بوده و رقابت هم به هر حال یه انگیزه است برای جلو رفتن. قطعاً
من توی یکی از محله های نظام آباد به دنیا آمدم، چهارراه گلچین، یه محله قدیمی، خونه مادر بزرگ به دنیا آمدم. به هر حال دوران کودکی من تو چهارراه گلچین نظام آباد گذشت، تو خیابان خواجه نظام الملک گذشت و نهایتاً دوره نوجوانیم تو سمت خیابان پیروزی و خیابان نبرد، جایی که هنوز به این شکل آباد نشده بود، بر رو بیابون بود و ده ها زمین خاکی فوتبال در اونجا قرار داشت. کامرا اکشن. کار نمایش رو من به طور جدی فکر می‌کنم از 20 سالگی شروع کردم، زمانی که دانشجوی دانشگاه ملی بودم، رشته روانشناسی می‌خوندم و در محدوده فعالیت‌های فوق برنامه استاد فردوس کاویانی که از هنرمندان به نام عرصه تئاتر هستند اونجا سمت استادی داشتن بر من و تعدادی دیگر از علاقه‌مندان به رشته تئاتر. نتیجه اون کلاس‌ها برای من خیلی پربرکت بود. پلتفرم ها، به خاطر این بیشتر من تاکید میکنم که تجربه شخصی شما رو بدونیم، پلتفرم ها یک جای خالی رو پر کردن در فضای فرهنگی و رسانه‌ای ما که مجموعه ای بود که خب ما ماهواره که شبکه‌های خصوصی تلویزیونی هیچ وقت نداشتیم و الان هم نمیتونیم داشته باشیم به اون شکل قوی و مؤثر، و صدا و سیما یه جورایی به هر حال منحصرن کار میکنه تو اون حوزه. کمپانی های تولیدی بزرگ هم از نوع کمپانی های مثلا هالیوودی که یا کمپانی های چند ملیتی که خیلی جاها الان دارن کارهای فاخر و بزرگ و پرهزینه با مخاطب جهانی میسازن نداریم. بعد یهو پلتفرم میاد در یک خلأ تاریخی، شاید همین کرونا اتفاقا باعث میشه که یه مقداری این نشو و نما پا بگیره، یعنی مخالفت هایی که میشه حد زد وجود داره یکم زورشون نمیرسه که تعطیلش کنن و این داره جای دو سه چیز رو انگار توی این خلأ موجود پر میکنه. تجربه خودتون که حالا با تلویزیون دیگه در همه سطوح کار کردید و با پلتفرم ها هم سریال شهرزاد هم جیران و به هر حال تجربه‌ای که دارید و شناختی که دارید اینه که یک چشم‌اندازی برای آینده میتونه بسازه یا نه یه چیز موقتیه؟ ببینید من همیشه حسرت میخورم که چرا پلتفرم ها در ایران 10 سال زودتر سر و کلهشون پیدا نشد. امکانش بود؟ شاید امکان شرایط اجتماعی سیاسیش نبود، اما امکان فنیش بود، یعنی زمین و زیر ساختشون میتونستیم داشته باشیم. چون 10 سال قبل از پیدایی پلتفرم ما به عنوان سازندگان سریال ها این خلأ رو کاملا احساس میکردیم. خلأ وجود یک بخش خصوصی قدرتمند که امکان رقابت سالم رو فراهم کنه و در این رقابت سالم اونهایی که شایسته ترن، کار رو بهتر بلدن و مناسب ترن آثارشون عرضه بشه و در این آوردگاه مردم واقعا قضاوت کنن راجع به کارها. علاوه بر این که وقوع پلتفرم‌ها در ایران باعث شد یک بخش عظیمی از کارکنان، کارمندان و کارگرانی که در عرصه سینما و سریال سالهاست دارن کار میکنن یه بازار کار تا حدودی مطمئن‌تر پیدا کنن. بنابراین به نحوی میشه گفت پلتفرم‌ها کارآفرینی کردن و مطالبات بخشی از بازار کار در حوزه هنر نمایش رو جوابگو بودن. به دوران کرونا اشاره درستی کردید شما، ما در دوران کرونا واقعا فکر کنید اگر پلتفرما نبودند اولا بازار کار کاملا تعطیل میشد و قشر وسیعی از در واقع کارکنان این حرفه دیگه نمیتونستن نان سر سفره خانواده‌هاشون ببرن و بخش مخاطب ها از بخش مهمی از سرگرمی های خودشون محروم می شدن. در دوران کرونا این سریال ها بود که مایه انبساط خاطر و سرگرمی ها رو فراهم کرد. اما من یک نگاه دورتری و بلند مدتری هم به این ماجرا دارم. عرض کردم همیشه افسوس می خوردم که چرا 10 سال زودتر پلتفرم ها در ایران راه نیفتاد.
که اگر این اتفاق افتاده بود، من مطمئنم که از نظر بازار خارجی ما الان در همون جایگاهی میتونستیم قرار داشته باشیم که کشوری مثل ترکیه قرار داره. ترکیه رفتید، سفر کردید، حتما در جریان چند و چون سریال سازی های کلان در ترکیه هستید و اینکه واقعا الان بخشی از اقتصاد ترکیه و بخشی از ارزی که وارد این کشور میشه مرهون تلاش های سریال سازا و فیلم ساز های کشور ترکیه است. اصلا یه جریان فرهنگی ساختن که خریدار داره در همه جای دنیا و من فکر میکنم که این فقط منحصر به ترکیه هم نیست، مثلا توی کره الان شما نگاه کنید یه قطبی شده. حالا ترکیه چون با ما اشتراکات فرهنگی و سرزمینی بیشتری داره شاید مثال نزدیکتری باشه، ولی بسیاری از کشورها، برزیل، حتی نیجریه که مثلا یه زمانی اصلا حرفی برای گفتن نداشت و عرصه تجارت سرگرمی و یه بازار داخلی داشت، الان میبینیم با این شبکه های جهانی پخش و عرضه فیلم و سریال کشورهای جدید و گروه های چند ملیتی با همکاری همدیگه دارن یه واقعا جریان های اقتصادی قوی رو مدیریت میکنن و فرهنگ خودشون هم میشناسونن به همه دنیا. مجموعه گرانقدری از بازیگرای سینما و تلویزیون ما در اون کار ایفای نقش، بخش دولتی نمیتونه روی بده. اصلا فکر کنم بخش دولتی نمیخواد این کارو بکنه. یعنی به هر حال بخش دولتی در همه دولت‌ها در همه کشورها یه وظایفی رو براشون تعریف کردن و در واقع اون نهادها و مجموعه‌های که تابع یک دولت هستن اینا یه تعاریف مشخصی برای وظایفشون کردن و سعی می‌کنن در چارچوب همون تعاریف فعالیت بکنند، در حالی که بخش خصوصی مسئلهش فرق میکنه. بخش خصوصی در وهله اول اگر بخواد صرفا اقتصادی به موضوع نگاه کنه تاب و تقلا میکنه برای بقای خودش، در نتیجه برای حفظ بقای خودش باید بهترین آثار رو با بهترین کیفیت عرضه کنه تا بیشترین مخاطبا رو داشته باشه. خب تلویزیون چنین دغدغه‌ای نداره. نکته بعدی این که اساساً همه اتفاقات جریانساز در طول تاریخ هنر نمایش در حوزه بخش خصوصی رخ داده. شما تردیدی نداشته باشید که اگر این شکلی که پلتفرم‌ها در ایران جا افتاده، من شنیدم حتی دو سه تا پلتفرم دیگه هم داره اضافه میشه، این فرایند ادامه پیدا بکنه و در مسیر خودش با مانع و موانع جدی سیاسی روبرو نشه، چون مخالفت‌های خیلی زیادی هم وجود داره. بله. فشار از بالا که دیگه دقیقاً من تردیدی ندارم در طول 20 سال آینده ما آثارمون در بازارهای جهانی قابل عرض است، خصوصا آثار تاریخیمون. و شما نگاه کنید الان در ترکیه که داره کار میشه، فرهنگ خودشون رو، ادبیات خودشون رو، هویت تاریخی خودشون رو از طریق آثار سینمایی و سریالی خودشون دارن به جهان معرفی میکنن و این شیواترین، زیباترین شکلیه که یک ملت، یک فرهنگ میتونه خودش رو و فراز و فرودهای تاریخی خودش رو در معرض نگاه جهانیان قرار بده، سیر تمدنی خودش رو در معرض نگاه جهان قرار بده. یعنی یه جور رقابت تمدنی اصلا این قضیه، فرهنگ ها دارن با هم دیگه انگار در یک ویترین گسترده جهانی رقابت میکنن برای اینکه زیباترین تصویر رو از کشور خودشون بتونن ارائه بدن و بیشترین مخاطب رو جذب کنن. یه بچش اونه، یه بچش هم اینه که به هر حال وقتی جهان جامعه شما رو، فرهنگ شما رو، تاریخ شما رو، ادبیات شما رو جهان بهتر و بیشتر بشناسه و تصویر عمیق‌تری از فراز و فرودهای تمدنی جامعه شما پیدا بکنه،
به قدرت درک و تفاهم و مفاهمه بیشتری میتونه جهان با یک ملت و یک کشور برسه. بنابراین به اعتقاد من وقوع پلتفرم ها در ایران یه اتفاق خیلی خوبه. خب جایی که تسلط سرمایه رو ما داریم و بخش سرمایه است، خیلی طبیعیه که در این حوزه هم آفاتی وجود داره. خیلی طبیعیه که در این حوزه شما گاه با گروه‌های کار می‌کنی که در عین اینکه به منافع اقتصادی خودشون فکر می‌کنن، اما دغدغه‌های اخلاقی، دغدغه‌های هنری، دغدغه‌های زیبایی‌شناسی و دغدغه‌های فرهنگی بیشتری دارند نسبت به بعضی کسان دیگه که در این پلتفرم‌ها دارن کار می‌کنن. و این هم اتفاق خاص ایران نیست، در دنیای هنر نمایش، در همون هالیوود، در اروپا هم شما این تفاوت‌ها رو می‌بینید دیگه و این یه چیز اجتناب ناپذیر. آیا شما اطلاع دارید که خانم فرنج وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده که طبق اون تمام ثروت اون مرحومه به شما میرسه؟ تمام ثروتشو برای من گذاشته؟ بله، 1,000,000 پوند. رئیس آمازی حتما دارید شوخی میکنید آقا. نه، کاملا جدی میگم آقای بود. این روزنامه عصر بگیرید، خودتون بخونید. اصلا باورم نمیشه. یعنی شما هیچ چیز راجع به این موضوع نمیدونستید؟ مطلقا آقا، هیچ چیز. اون هرگز در این باره به من حرفی نزده بود. من بهش احترام میذاشتم و سعی میکردم مثل یک فرزند که نسبت به مادرش احساس مسئولیت و عاطفه میکنه، نسبت به اون احساس مسئولیت و عاطفه داشته باشم. اما هیچ وقت به فکرم نمی رسید که یه روز بخواد اینجوری تلافی کنه. اصلا نمیتونم باور کنم. امیدوارم پلیس هرچی زودتر قاتلشو پیدا کنه، اونم پیرزنی که آزارش به مورچه هم نمی رسید. نکته‌ای که وجود داره اون نشانگان، یعنی اون آیکون‌های فرهنگی که در واقع شاخصه یک سرزمین و یک ملت هستش، معمولا تو بازار جهانی باعث پیدا شده کشف اشتراکاتی میشه که اگر در یه همچین ویترین گسترده‌ای قرار داده نمیشد اون آیکون، شاید اصلا این اتفاقا نمیافتاد. حالا شما نگاه کنید، مثلا ژاپن با انیمه هاشون که خیلی هم حالا ساده، بعضیاشون اجرای ساده‌ای دارن، ولی بیشتر طرفداراشون غیر از افراد سرزمین خودش، یعنی طرفدارایی دارن از اقصا نقاط دنیا، فستیوال‌های برگزار میشه در ستایش انیمه ژاپنی، یا مثلا موسیقی کره الان داره یک به هر حال جریانی رو رهبری میکنه که خیلی از کشورهای دیگه ستایشش میکنن با زبان اون کشور که
اصلا هیچ وجه بین المللی هم نداره آشنا میشن. ما داریم اینا رو از دست میدیم در حالی که در فرهنگ خودمون این آیکون ها رو داریم، یعنی بضاعت این رو داریم توی تئاتر سنتیمون، توی ادبیاتمون، منظومه های شاعرانمون، اسطوره های کهن و تاریخمون که خب به هر حال آشنا هم است برای همه دنیا اون نشانه ها، ولی معرفی نمیشه. فکر کنم اینجا انگار یک تعمدی وجود داره که یه مقداری وارده، یعنی آسه بریم و آسه بیاییم در واقع، چرا کاری بکنیم که ممکنه حالا یه حتما یه چالش هایی هم داره. این پرهیز از چالش انگار خیلی برای مدیران و تصمیم سازان عادت شده و اینو داریم میبینیم توی عرصه فرهنگ. حالا پلتفرم ها که توشون سرمایه حرف اولو میزنه، هیئت های مدیره بسته، گروه های تصمیم گیرنده چند نفره میتونن این گره رو باز کنن؟ به اعتقاد من در دراز مدت بله. ببینید به هر حال پلتفرما در ایران بر اساس قاعده آزمون و خطا شکل گرفتن، یعنی پلتفرم ها در سال 1402 در گزینش هاشون، در انتخاب هاشون مطمئن باشید بسیار تواناتر و حرفه‌ای تر از مثلا 1400 عمل خواهند کرد، چون با جریان روز سینما و سریال سازی در جهان پیوند بهتری دارن میخورن، مخاطب شناسی عمیق‌تر و بهتری دارن راجب جامعه خودشون پیدا میکنن و اینها همه کمک میکنه به اینکه در دراز مدت ما شاهد رشد کیفی آثار نمایشی در پلتفرما باشیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1401، شما ببینید حداقل 5-6 اثر موفق الان داره از پلتفرم های مختلف پخش میشه که مخاطب ها راضی هستن. و جالب اینه که همه پلتفرم ها فعالیت دارن میکنن، همه آثار خوبی تو این مدت ارائه دادن. و این رو مقایسه کنید مثلا با سال پیش این موقع، مقایسه کنید با سال قبلش. بنابراین یک حرکت رو به رشد و پخته تر من فکر میکنم در سطح پلتفرما شاهدیم که در آینده نزدیک این حرکت به پختگی و جذابیت و موفقیت بیشتری هم به نظرم خواهد رسید. و اینکه تلویزیون به هر حال خودش رو یه جوری الان در نقطه مقابل پلتفرم ها میبینه یا تعریف میکنه جایگاه خودش رو، و یه مقداری به هر حال میبینیم حالا هم از طریق ساترا هم از یه طرق مستقیم گاهی وقتا سعی در محدود کردن این جریان داره و برای تا اینجاش هم فکر میکنم بقای این جریان خودش محصول خیلی اتفاقها بوده، در یه جاهایی ممکن بود اصلا به اینجا هم نرسه. و من فکر میکنم این میتونه اصلا یک جریان رقابتی، یعنی ما با خارج که رقابت نمی کنیم، یعنی عملا یک انحصاری در داخل شکل میدیم تو خیلی از حوزه ها، تکلیف خودمون روشن میکنیم، میگیم خب ماییم و همین مخاطبی که همینی که هست رو فقط داره و این انتخاب جلو روشه. خب در داخل لاغر رقابت کنیم، یعنی در یک شکل کنترل شده اجازه بدیم که حالا بخش خصوصی یا صاحبان سرمایه‌ای که یه فکر فرهنگی هم دارن بیان و تلویزیون هم یک پای این رقابت باشه. به نظرم این چیز خیلی خطرناکی نیست، یعنی اینقدی که نسبت بهش احساس خطر میشه. خسرو خان بفرمایید چایی. نیستم شکم خوری چایی خور نیستم. دست شما درد نکنه خسرو، از دوشیزه خانم تشکر کن. بخواه چایی؟ بله دیگه تشکر ایور. تشکر کرد. بفرما میوه آب کشم سی. چش چش آقا خسرو یه چیزی بخور. چش این چنه اینجوری میشسته نه ترکی از خسرو. سر به سرش نذار داداش، حالش خوش نیست. شما ها یه چیزی بگین. گفتین شما آقای دکتر. با شما من؟ بله از نظر جامعه شناسی. بفرمایید چی فرمودین؟ من میخواستم بپرسم شما از آق پسرتون به روز راضی هستین؟ بچه سرپرایی ها؟ نه خیر سرکار خانم، به هیچ وجه اصلا ازش راضی نیستم. چرا دکتر؟ خواهر جون دکتر دارن شوخی میفرمایید. چطور مگه؟ میدونی چیه؟ این آقای دکتر مدلشون میخواست که بهروز مثل خودشون جامعه شناسی بخونن، اما بهروز جونم دلش نمیخواست جامعه شناسی بخونه مثل اکثر هنرمندا.
من هنرمندم هستم. و اختیار داری خان مهندس، بهروز من دکترای کارگردانی سینماست. پاپ میخونه، هنگرشم از تلاش. ایوان پس داماد داییمون مطرب تشریف دارن. ایوان ایوان کاش شما تو مراسم بله برون تشریف میداشتین تا ببینین چه صدایی داره پسرم. جناب آقای شال فروش، شمس و زمان جون اون موقع تهران تشریف نداشتن یا اینکه؟ نه نه خواهر گلم قابل ندونستن. پس چطور الان براشون اینقدر مهم شده قضیه؟ بله خانم دکتر، یعنی راستیاتش اینه که بله راستیاتش اینه که سختی مسافرت هوایی 15-16 ساعت با طیاره از اون ور دنیا برای مراسم کوچیک نامزدی به این ور دنیا. خب خودتون میفرمونین خارجه بودین خانوم. وای شما زبان رو چیکار کردین؟ بله زبان. نه زبان، من اعتقادم اینه که هر چقدر این رقابت رسمیت بیشتری پیدا کنه و پذیرفته بشه به نفع همه طرف‌های رقابت خواهد بود. در این رقابته که رشد معنا پیدا میکنه. شما همین حالا شبکه نمایش خانگی، همین پلتفرم رو در نظر بگیرید. تصور کنید که فقط توی یه پلتفرم و فقط یه کار خوب باشه. طبیعتاً سازندگان اون اثر فکر میکنن دیگه نیازی به مطالعه بیشتر نیست، نیاز نیست وقت بیشتری بذارن، تلاش بیشتری بکنن. نه، در این رقابت‌ها، در این دیدن‌های همدیگه، اگر ملاحظات اخلاقی رو در نظر بگیریم، اگر انصاف و نگاه فرهنگی رو که جامعه از بخش هنری فرهنگی خودش انتظار داره در نظر بگیریم، بقای ما، رشد ما در گروه اینه که آرزوی موفقیت هم دیگر رو بکنیم. یعنی من فیلمساز وقتی 3 تا 4 تا 5 تا کار دیگه داره ساخته میشه همزمان با کار من که درخشان مخاطب ازش استقبال میکنه، این برای من پیامی داره که برو کار همکارای خودتو ببین، ببین چرا مخاطب خوشش اومده، چرا لذت برده، چرا استقبال میکنه. یاد بگیر. ما متاسفانه بخیلیم در یاد گرفتن. فکر میکنیم که آره که بخوایم کار همدیگر رو ببینیم، آره از همدیگه یاد بگیریم، در حالی که تاریخ و تمدن بشری بر اساس همین گفتگوها، ملاحظه همدیگر رو داشتن، همدیگر رو رصد کردن و از همدیگه یاد گرفتن در تمام حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی رشد کرده. هیچ کسی در خلا، در انزوا، در خلوت و در انحصار و در یک موزه انحصاری رشد نمی کنه و امیدوارم این جا بیفته برای همه ارکان جامعه ما که ما در رقابت با همدیگه معنا پیدا میکنیم، تعریف میشیم و رشد میکنیم و اصلا بازار پر رونق به همه حاضران در اون بازار خیرش میرسه دیگه. یعنی همه دیده میشن و بهتر، چیزی که همه دنیا اینو فهمیدن، یعنی میان و سعی میکنن در واقع بازار رو گرم کنن، فضا رو گرم کنن و همه حضور داشته باشن. ما یه ذره روحیه انحصاری که اصلا از بالا به پایین وجود داره تو جامعه ما، تو حوزه‌های اقتصادی، تو حوزه‌های دیگه، مثلا میگیم همین ماشین، همین کارخونه، همین تولید، براش فضای خالی ایجاد کنیم که بیاد بالا. متاسفانه خب در حالی که میره پایین در یه اشل بزرگتر اگه نگاه کنیم. این روحیه و این نگاه، چون حالا اینجا هم بحث یه سریال تاریخی، در طول تاریخ خیلی به ما آسیب زده و یکی از موانع توسعه، چه توسعه سیاسی، چه توسعه اقتصادی، چه توسعه فرهنگی در ایران بوده. چرا؟ چون بر اساس همین نگاه همدیگر رو دیدن، با علاقه همدیگر رو دنبال کردن که تجربه انتقال از نسلی به نسلی صورت میگیره، تجربه ها از نسلی به نسل بعد منتقل میشه و وقتی شما تاریخ فرهنگ و تمدن مغرب زمین رو مطالعه میکنید، میبینید یکی از دلایلی که باعث
سرعت گرفتن آهنگ رشد اقتصادی اجتماعی فرهنگی در مغرب زمین بود شد همین انتقال تجربه ها از نسلی به نسل بعد از خودش بود. و متاسفانه در تاریخ ایران چون ما شاهد انتقال سالم و همه جانبه تجربه ها از نسلی به نسل بعدی نبودیم، این خودش شده یکی از ممانع توسعه در کشور. آره، و فردگرایی که خب یک روحیه رایج عمومی هست، در حالی که به قول یکی از جامعه شناسان معاصر ما اساساً اجتماع عبارت از یک میز بزرگی که در این میز یک گفتگوی مستمر رو دائمی باید برقرار باشه بین افرادی که اتفاقا متفاوت فکر میکنند، و این گفتگوی دائم و مستمر بین افراد و نظرگاه ها و جریان هایی که متفاوت فکر میکنن آهنگ رشد توسعه، در واقع آهنگ رشد توسعه در اون جامعه رو بهش سرعت میبخشه. قصه ای رو من نشستم طراحی کردم که بر مبنای اون فیلمنامه مدار صفر درجه نوشته شد و نهایتاً ساخته شد. خاطرم هست وقتی مدار صفر درجه پخش شد خیلی استقبال شد، حالا به خاطر اون مواضع خیلی انسانی که تو قصه بود نسبت به فرهنگ های دیگه، ادیان و مذاهب دیگه. ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. در مدار ما یک مجموعه قابل اعتنایی از بازیگران خیلی خوب و مطرح رو داشتیم. گاه ما سکانس‌هایی می‌گرفتیم که شاید عجیب به نظر بیاد، در این سکانس‌ها یک بازیگرمون ایرانی بود، فارسی حرف می‌زد، یکی به زبان انگلیسی حرف می‌زد، یکی به زبان عربی حرف می‌زد، یکی به زبان فرانسوی حرف می‌زد و یکی به زبان مجاری. یعنی سکانس‌های این گونه رو هم ما گرفتیم، منتها چون ارتباط حسی عاطفی خوبی با متن همه بازیگران به رغم تعلقشون به ملیت‌های متفاوت با متن و کار برقرار کرده بودند، این تفاوت‌های زبانی اصلاً تو تعامل روحی روانی عاطفی که اینا با هم داشتن آسیب و صدمه ای رو وارد نمی‌کرد. دوی قذیره که کند به خوراق داریم مدرم دو پریش مسیح رو بفید از گرم خوشبخت سه چهار تا بازیگر بودیم که هر کدوم یه زبونی داشتن، پس چجوری بود؟ خیلی جالب بود، یعنی ما در واقع بازیگر عرب، مجار، فرانسوی و خب ایرانی. من فکر می‌کنم که مثلا واقعی گفتگوی تمدن ها اینجا بود. خب من براتون چند تا رو گذرمانی ایرانی تهیه کردم،
تا بتونید همراه اون دسته از افکار یهودی ایرانی که فکر می‌کنم جز معدود سریالایی بود که خیلی بازتاب جهانی خوبی داشت، یعنی خیلی از رسانه‌ها در اون مقطع در خلال پخش سریال مدارس افترجه اومدن به ایران گفتگو کردن. Now, since the 1970s, Iran has been submitting movies for consideration in the Academy's Best Foreign Film category. But the production that is getting the most buzz in Tehran right now is not on the big screen. Iran's state-run IRIB has more on the blockbuster television series called Zero Degree Turn. از این جهت حائز اهمیت بود که در یک منظر فرامرزی نشون میداد که ما ایرانی ها در طول تاریخمون چه نگاه عمیق و انسانی به همه ادیان و فرهنگ های دیگه داشتیم. آقای فتحی، برای فیلمنامه نویس همراه شما احسان جوانمرد که حالا قبلا کارهای دیگه مثل بانوی امارت و ساختهای دیگر هم از فیلمنامه هاش دیدیم، به نظر میرسه که تاریخ ظرف مهمتریه، ولی برای شما از اولین کارتون حالا به عنوان فیلمنامه نویس، روایتگر، کارگردان، از پهلوانان نمیمیرند و شب دهم و مدار صفر درجه و شهرزاد و همین جیران، به نظر میرسه که همیشه قصه و روند ماجراها اولویت داشته، یعنی تاریخ یک قابیه که قرار توش وقایع و رویدادهای داستانی و دراماتیک روی بدن، شخصیتها زنده بشن و شکل بگیرن. در جیران هم به نظر میرسه همین اتفاق افتاده، یعنی قصه اولویت پیدا کرده بر اون ظرف تاریخی. چجوری این دو نگاه همسو شد و اصلا پیش تولید و مراحل تکمیل فیلمنامه رو چجوری به نهایت رسوندیم و بعد در اجرا چه اتفاقاتی افتاد که جیران این سر و شکل رو پیدا کرد؟ فکر میکنم که شاید حدود 100 ساعت ما با هم نشست و برخاست داشتیم موقع نگارش فیلمنامه. حداقل 100 ساعت ما با هم نشست و برخاست و گفتگو داشتیم و کنار هم مینشستید و کار میکردیم، رج به رج صحبت میکردیم، گفتگو میکردیم، اختلاف نظر پیش می اومد، تفاوت آرا پیش می اومد. یک جور این تفاوتی که هگل، فیلسوف معروف آلمانی، میگه بین تاریخ زیسته و تاریخ اندیشیده وجود داره، این تفاوت خب بین ما هم وجود داشت. ما حاصل این گفتگوها و از منظر و مناظر متفاوت به تاریخ نگاه کردن، سنتزش شد جیران. تو و موارد اختلاف حرف آخر شما میزدید یا نه واقعا مثل دوتا فیلمنامه نویس همقدر گفتگو میکردیم؟ میدونید من واقعیتش، چون این دو نگاه همسو کردن خیلی سخته، یا بعد اولویت رو به قصه داد یا به تاریخ. واقعیتش ممکنه وقتی اختلاف پیش میاد در این موردی که شما فرمودید، خب نهایتاً کارگردان تصمیم نهایی رو بگیره، اما خود من معمولاً خیلی حال نمی کنم با این وضعیت که حالا دیگران قبول ندارن مهم نیست، هرچی که من میگم این مثل یه لقمه‌ایه که قورت دادنش خیلی سخته. به خاطر همینم تجربه‌ای نویسندگی مشترکتون زیاده. بله. که این همفکری رو بنابراین گفتگو میکنیم، سر و کله زدن باشه. آره. گفتگو 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 تا جایی که هر دو طرف بتونن چی بشن، اقناع بشن. تو مرحله فیلمنامه ما، تو مرحله تولید هم همین گفتگوها رو با طراح لباس و صحنه و بعد تدوینگر و موسیقی نام داریم،
دیگه چه برسه به مرحله فیلمنامه که بسیار مرحله حساسی. تو اون مرحله‌ای که داشتید کلیت جیران رو طراحی می‌کردید، فارغ از قصه و شخصیت پردازی، چه الگوی ذهنی داشتید؟ یعنی کارهای ترکی مثلا، سریال‌های پربیننده؟ ابدا ببینید، چون یه رگه‌هایی برام وجود داره از مشابهت دیگه. حالا اولدرلین، شاعر معروف آلمانی که هایدگر فیلسوف آلمانی خیلی ازش به نیکی حرف میزنه، یک قطعه شعری داره تو یک فرازی میگه چنان که آغاز کرده ای همیشه بر همان خواهی بود. من فکر میکنم این داستان فیلمسازهای مؤلفه. شما همواره در هر اثری ممکنه چیزهای جدیدی بیاد، چیزهای تازه بیاد، از نظر بیان فنی، بیان بصری به درک جدیدی برسی، اما نهایتاً قالبی رو انتخاب میکنی برای تولید یک اثر که بیانگر دردها، رنجها و دغدغه هایی باشه که تجربه کردی و درکی باشه که راجع به جامعه خودت داری و تاریخ پرفراز و نشیب جامعه خودت داری. از این منظر همه آثار من شباهت‌هایی با هم دیگه داره و وقتی اثری به من در واقع پیشنهاد میشه، اگر نزدیک باشه به اون دغدغه‌ها و اون در واقع اندیشه ها و افکاری که سال هاست با من همراهه، این احتمال وجود داره من اون رو بسازم. و چیه اون نقطه مرکزی؟ این که نشون بده جامعه ما امروز چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده؟ ببینید، چند تا نکته تو یک اثر تاریخی چون متغیرم هست تو آثارتون. بله. نکته اول این که یک اثر تاریخی چه درسی میتونه برای امروز ما داشته باشه. قبلش من خدمتتون عرض کنم که به هر حال در درام‌های تاریخی که در طی تاریخ سریال سازی، فیلم سازی تا امروز ساخته شده، به هر حال شما دو سه مدل نگاه می‌بینید. یک مدلش تاریخ مصوره، یک فرمش مستندسازی تاریخه، واقع‌گرایی محض. من به شخصه به جای این فرم ها فرم دوم رو ترجیح میدم که فرمی مبتنی بر تخیل مقرون به واقع، به این معنا که با درکی که از اون مناسبات اون دوره شما پیدا میکنید و اتفاقاتی که به وقوع پیوسته، آیا این اتفاق و این حادثه میتونست به وقوع بپیونده یا نه، و اگه احساس کنم در اون چارچوب تاریخی میتونست این اتفاقم بیفته و کمک میکنه به جذابیت قصه و انتقال بهتر هر آن چیزی که در سر سازندگان اثر بوده، در فکر سازندگان اثر بوده، خب از این تخیل من قطعا کمک میگیرم و در تمام آثارم هم شما شاهد این رویکرد هستید. که این چالش برانگیزترین انتخابم از تو این موقعیت، چون به خصوص مخاطب ما عادت نداره خیلی به اون روایت تاریخی مبتنی بر تخیل. مثلا ما سریال هایی رو داریم که اصلا، یا فیلم هایی که بر مبنای تاریخ آلترناتیو ساخته شدن، یعنی یه سریال مثلا مفصلی الان داره آمازون پخش میکنه بر مبنای اینه که هیتلر نمرده در اون نقطه و در واقع موقعیتی که همه میشناسن و ازش خبر دارن و جام به در برده، حالا 20 سال 30 سال بعدش رو داره. 4 فصل سریال بر مبنای یک پیشفرض تاریخی آلترناتیوه که اگه از اولش بخوایم خیلی جزمی با قضیه برخورد کنیم، بگیم نه اون که تخیلیه و غلطه، خب با کل سریال رو بذاریم کنار. ولی مخاطب ما خیلی عادت نداره با اینکه تخیل رو با تاریخ بیامیزیم و رنگ قصه بهش بدیم، و فکر کنم این خودش خیلی انتخاب چالش برانگیزیه. قطعاً. و حواشی جیران هم تا بخشی به خصوص تو قسمت های اول از همین انتخاب میومد. ببین، این شکل درام های تاریخی اگر فکر میکنید امروز در جهان مغرب زمین
کاملا دیگه پذیرفته شده و جا افتاده، اما در ابتدا همین چالش ها اونجا هم بوده. بله. اساسا تاریخ سینما، تاریخ صنعت سریال سازی، تاریخ تحوله، تحول در قصه گویی، شیوه های قصه گویی، تحول در ژانرها و تکامل، و تکامل مفهوم شخصیت در درام در طی این 100 ساله ببینید چقدر تحول پیدا کرده. بله. مفهوم قهرمان در یک اثر چقدر تحول پیدا کرده و ما به چه تعریف‌های جدیدی از مفهوم قهرمان رسیدیم. در حوزه ژانر تاریخی هم همینطوره. در آثار اولیه‌ای که در مغرب زمین تولید شده همین فرایند اتفاق افتاده، یعنی آثار اولیه‌ای که شما می‌بینید خیلی سعی می‌کنن به اون گزاره‌های تاریخی و مستندسازی تاریخی وفادار باشن. رفته رفته تحولی که در ژانر درام تاریخی رخ میده باعث شکل‌گیری رویکردهای جدیدی هم هست و طبیعیه. هر اتفاق جدیدی میفته در حوزه روایت، اون هم روایت تاریخی که خلاف آمد عادته و متفاوت با رویکردهای کلاسیک، حتما چالش برانگیز خواهد شد و این چالش هم اتفاقا بخشی از جذابیت‌های ارائه یک اثر به مخاطب. یک پیشنهاد خیلی وسوسه‌انگیزی به من شد درباره ساخت سریالی در خصوص شخصیت و دیدگاه‌های فلسفی و زندگی فیلسوف معروف قرن دهم هجری ملا صدرای شیرازی، فیلسوفی که شاید من از دوره دانشجویی، شاید از 15-16 سال پیش با افکارش آشنا شده بودم و به نظرم افکار بسیار مترقی و نوعی رو در عصر و زمانه خودش در حوزه فهم فلسفی دین و فهم فلسفی شریعت مطرح کرده بود. در یه مقطع صحبت از این بود که آقای مهرجویی بسازه، در یه مقطع صحبت از این بود که آقای ناصر تقوایی بسازه و همینطور دو سه نفر دیگه. و خب منم این اخبار رو میخوندم و خیلی علاقمند و کنجکاو بودم که نتیجه کار هر کدوم از این استادان بزرگ سینمای ایران از نزدیک شدن به سوژه صدرا و فلسفه صدرا رنگ‌تر باشه. مثلا تو رویکرد تاریخی از یک قصه پولانسکی میاد مکبث رو میسازه با واقع‌گرایی بیشتر توی معماری، تو جزئیات حتی شکل دادن به روابط توی دربار، مثلا که همه چی خیلی مجلله ولی کثیفه، کف دربار مثلا یه دو وجب گل هست، آدم‌های در واقع ساکن اون درباره طلا آذین خیلی مجلل اسکاتلند مثلا 1000 سال پیش سگ بغل میکنن شبها برای اینکه گرم باشن چون پنجره ندارن و همه واقعیت‌های تاریخی تصویر شده. خوابگاه شاه رو میبینیم که با یه چوب زمخت خیلی در واقع، ولی همه چی طلاکاری شده است اما زشته، یعنی اون تجملی که حاصل تداوم ثروت هنوز وارده اون کینگدام به اصطلاح نشده. کوروساوا میاد همین رو تبدیل میکنه به سریر خون، اصلا در یک فضای جادویی اتفاق میفته، هیچ پایبند واقعیت نیست، همه چیز رو تغییر میده. ولی مخاطب پولانسکی و کوروساوا مخاطبیه که پذیرش داره برای این تغییرات. شما دارید توی یه پلتفرمی مثل فیلیمو برای مخاطب عام و گسترده سریال میسازید و خیلی جاها شاید اجازه این آزمون و خطاها رو نداشته باشید یا انتخاب‌های متفاوتو. به هر حال این چقدر تأثیر میذاره تو انتخاب‌هاتون؟ چون تو جیران هم یه جاهایی میبینیم که به سمت انتخاب‌های مورد پسند عامه پیش میرید، با اینکه فکر میکنم خب برای خودتون به عنوان کارگردان شاید جالب بوده که یه ذره پیچش بیشتری داشته باشید تو انتخاب‌ها. ببین من مورخ نیستم، من فیلمساز قصه‌گو هستم و آثاری که من ساختم همواره قصه برای من نسبت به هر چیز دیگه ارجحیت داشته. قصه و شخصیت، شخصیت و مخاطب در وهله اول براش مهمه که یک اثر رو سرگرم کنه و در کنار اینکه سرگرم میکنه، حالا اون اثر ممکنه واجد و حامل پیام‌هایی باشه که مخاطب رو به فکر واداره.
من این هر دو رو دنبال کردم، یعنی نمایش در وهله اول به معنای یک قصه سرگرم کننده برام اهمیت داشته و هرچی در زندگی هنریم جلو اومدم این رو فکر میکنم بهتر فهمیدم، اهمیتش رو بیشتر فهمیدم که ابتدا اون وجه سرگرم کننده قصه های از اهمیته و در مرتبه بعدی حالا حرف ها و پیام هایی که در دل اون روایت و حکایت سرگرم کننده قراره در واقع مایه و ماده گفتگوی تو با مخاطبت باشه. بنابراین چون جهان قصه برای من اولویت داره، وقتی میرم سراغ آثار تاریخی، مستندسازی و وفاداری به مستندات تاریخی تا اون اندازه برای من حائز ارزشه که به اون بافت قصه من و جذابیت‌های قصه آسیب نزنه. یعنی همون قاب شکیلیه که صحبتشو کردیم که اولویت نداره بر قصه. تاریخ براتون همون قابیه که قراره پیچ و خمها و اون دالانهای دراماتیک رو در اختیارتون قرار بده دیگه. و نکته دیگه این که ما داریم کار هنری میکنیم، یعنی درام زیبایی شناسی خاص خودش رو داره. شما تو دیالوگ نویسی آثار من هم تو این سالها نگاه کرده باشید، ممکنه یه رنگ و بویی از نحوه گفتگوی یک دوره رو داشته باشه، اما در اغلب آثار دیالوگ ها وزینه، گاه تنه میزنه به نثر مسجع، شاعرانه است. حتی وقتی قرار یک صحنه بسیار تلخ و خشن ببینیم، شما این شاعرانگی رو میبینید و این رو من تا حدود زیادی مرهون تاثیرپذیریام از سینمای مرحوم علی حاتمی هستم که یه جایی هم مقایسه میشه نوع نگاه و در واقع روی کرده شما با اون نگاه. تفاوت‌ها هست، چون ما یعنی تاریخ از زاویه دید یک فیلمساز. بله، خب تفاوت‌ها که طبیعیه، چون آدم‌های دو تا روزگار متفاوت، دو تا جهان متفاوت و دو نسل متفاوت هستیم، اما به هر حال یک جوری ما مرهون متقدمین خودمون هم هستیم در این حوزه و به اعتقادم این که ما این شاعرانگی رو حتی در زمخترین، خشنترین و تلخترین سکانس های یک اثر تاریخی این شاعرانگی رو باید ببینیم. این شاعرانگی تناقضی نداره که شما بدبختی ها و ادبار و ستم و ظلمی رو که در اون دوره جاری و ساری بوده به نحوی بیانش کنی، اما به هر حال من جز اون گروهی هستم که از در واقع فیلمسازانی که هم قصه براشون اهمیت داره، هم تا اونجا که امکان داره بیان شاعرانه این قصه و آب و رنگ بصری. اتفاقا درباره جیران یکی از نکاتی که از ابتدا خب خیلی پررنگ بود و تا انتها هم بهش وفادار موندید، این جلوه و رنگ و لعاب ارائه ماجرا هستش و این نقطه‌ای بود که من حالا یه مقایسه‌ای کردم با بعضی سریال‌های ترکیه‌ای به دلیل اینکه اونها هم خیلی قاب شیکی میچینن، یعنی تو ارائه حتی یک موقعیت ساده، چه حالا تاریخی به خصوص مثل حالا سریال‌های حریم سلطان و غیره که حتماً در جاهای مقایسه هایی شده، چه در اجرای مثلا یک موقعیت بزرگ خیلی سیاسی جدی، همیشه این تنتنه تصویر و آب و رنگش اولویت داره و در جیران هم این وجود داره. حتی وقتی مثلا فلاکت و ادبار و مثلا بیچارگی مردم کوچه و بازار رو داریم میبینیم، باز قاب شکیله. نمیدونم این چجوری دوتا با هم جمع میشه. این کاملا آگاهانه بود، یعنی با مسلمن آگاهانه است. آگاهانه به این معنا آگاهانه بود که مثلا الان من جیران رو که با شهرزاد مقایسه میکنم، راجب قصه شهرزاد خب یه عده‌ای ممکنه اعتقاد داشته باشن اون جذابیت بیشتری داشته، یه عده‌ای، اما از حیث کارگردانی فکر میکنم من خیلی سخت میگیرم به خودم و خیلی سخت به خودم نمره میدم، اینو همه میدونند
و بیش از هر کسی منتقد خودم هستم، اما به نظرم میاد اگر اشتباه نکرده باشم از حیث کارگردانی جیران یک قدم از شهرزاد جلوتره. قطعا منم همین موافقم با این نظر. یعنی اجرا، صحنه پردازی، آره، یعنی به اون وجه از سینما که تصویر و زبان تصویره که در نظریه های زیبایی شناسی فیلم خیلی هم حائز اهمیته، من تلاش کردم در جیران به این وجه بیش از سایه باید که دو بخش مهم بودن توی کار شما همیشه و تو جیران هم هستن، سومین وجه قضیه شاید شخصیت باشه. جیران یکی از نقاط قابل توجهش تعدد شخصیت هاست، به خصوص شخصیت های منفی، شخصیت های مکمل، یعنی همه انرژی. یکی از ایرادهایی که به بعضی سریال های به خصوص تاریخی میشه گرفت اینه که همه انرژی داستان و مجموعه و حتی انتخاب بازیگر اینا روی دو سه تا شخصیت اصلیه، شخصیت های فرعی رو دیگه لایکار رد میکنن، ولی جیران اینطور نیست و اتفاقا این امتیازشه که مکمل ها، شخصیت های گذری، شخصیت هایی که در واقع حتی منفی هستن، خیلی خوب هم بازیگراشون انتخاب شدن، هم پردازش شدن، دیالوگ دارن، گذشته دارن، کاراکتر دارن. یه جاهایی هم منو یاد بعضی شخصیت های تاریخ ادبیاتمون میندازن، از مثلا ابو تراب داستان جاوید اسماعیل فصیح عزیز گرفته تا مثلا شخصیت هایی که توی آثار چوبک میبینیم دارن سر مثلا یه دامن با هم دیگه کتن میت در بیارن چونه میزنن. یهو میبینی این شخصیت تو دالونای یه خونه قدیمی تو جیران داره میگرده، یه جز خدمه است، یه پیشکاریه. اینا رو چجوری پیدا میکنید، چجوری جا میدید در دل قصه و براشون فضا باز میکنید؟ اینا در مرحله اول تو کاری که با آقای احسان جوانمردی داشتیم اتفاق افتاد. و واقعیتش تو اون مرحله ما خیلی به هم سخت گرفتیم. باورتون نمیشه اگر بخوان تعداد مقدار کاغذهایی رو که هی ما نوشتیم و هی خط زدیم و طبیعتاً اون کاغذها رو گذاشتیم کنار، فکر میکنم یکی دو تن شده باشه. یعنی مدام می نوشتیم، پرینت میگرفتیم، میخوندیم و در اون مرحله خیلی با وسواس کار کردیم که شخصیت انتخاب کنید و بسازید. گویین که باز هم من فکر میکنم که یه حفره‌هایی تو کار بود که تو اون مرحله اگه وقت بیشتر میذاشتیم، فرصت بیشتر میذاشتیم، نتیجه بهتری میگرفتیم. و خودم به هر حال از موضع انتقادی که نگاه میکنم میرسم به اون 60% که ابتدای عرایزم گفتم. اما واقعیت اینه که تو اون مرحله خیلی وقت گذاشتیم و آقای جوانمردم انصافاً پا به پای من و پا به پای وسواس‌های من اومد و در یک جاهایی او حتی وسواس بیشتری نشون میداد. نقش نویسنده اینجا به هر حال مشخص میشه که چقدر مهمه. بله. و بعد طبیعتاً توی اجرا و توی انتخاب شخصیت‌ها من خیلی خوشحالم از اینکه بگم جیران از حیث گروه بازیگرانش یکی از شیرین ترین تجربه های زندگی من بود. یعنی شما تصور بفرمایید یک تعداد کثیری از بازیگرای مطرح و به نام سینما و تئاتر در این کار بودند، در اون شرایط سخت و استرس‌زای کرونا، اما انصافا ما حتی یک مورد حاشیه نداشتیم. یعنی از این منظر یکی از بهترین تجربه های من بود. همین ویترین رنگارنگ و بازیگران پرتعداد و انتخاب هایی که وجود داشت که حالا بعضی هاشون تبدیل شدن به نقاط قوت سریال، یکی از به نظرم وجوه خیلی مثبت جیران بود و مردم هم خب لذت میبرن از دیدن این پرسوناژ های رنگارنگ و چهره های مختلف. به من که چشما نمیتونی چیزی رو عالی کنی، شونه من خسته ترم زونیه که روش بخوای باغزتو خالی کنی.
قدم فاصله است، احساس من به آخرش رسیده، حتی همین چند قدمم زیاد.